سلام بچه ها. سلام. حالتون چطوره؟ عالی. خیلی هم عالی. خب میدونین امروز برای چی اومدیم؟ صحبت. نمیدونین؟ صحبت. آره دیگه، برنامه قبلی رو دیده بودین؟ بله. خیلی هم خوب. پس بریم که با بچه های توی خونه آشنا بشیم، شما رو بشناسن، بعد صحبتامون رو شروع کنیم. یه دست بزنین. از اینجا خودتون رو معرفی کنیم، میکروفون رو بدیم برم. نازنین فاطمه. نازنین فاطمه یه؟ شوندی. چند سالتونه؟ 10. ممنونم. سلام، من امین موسایی هستم، 10 سالمه. متشکرم. سلام، من مهیه زینب‌زاده هستم، 9 سالمه. ممنونم. سلام، من طلا خانم هستم، 5 سالمه. ممنون. سوگن جون؟ من سوگند 5 ساله هستم. غلام رضایی. سوگند غلام رضایی. من ستیا هستم، 4 سالمه. ممنونم ستیا. محمد جواد جعفری هستم، 9 سالمه. متشکرم. سید محمد حسین سارگ هستم، 7 سالمه. ممنونم محمد حسین. علی رضا رضا من 7 سال. ممنونم علی رضا، خوش اومدی. سلام عرض دارم به خدمت سرکار خانم گلچوبیان، هزار گرامی و تمام کسانی که دارن ما رو از این دوربین میبینن. من تاها موشانی هستم، 11 سال. ممنونم تاها. من حسام زمانی هستم، 7 سالمه. متشکرم محمد سام. سلام، علی خسروانی هستم، 11 سال. خوش اومدی علی. سلام، بعدی زهره هستم، 12 سالم. سلام، من امیر فاضل شوندی هستم، 12 سال. ممنونم. سلام به تمام آرادیا، عسل زمانی هستم، 12 سال. خوش اومدی عسل. سلام، من زهرا گلزار هستم، 9 سالم. سلام به کسایی که دارن من نگاه میکنن، من 9 ساله نیمم، آوا نکنم. آوا هستی، ممنونم آوا. به نام خدا. سلام، من روشن جزی هستم، 10 سالمه. ممنونم روشنا، خوش اومدین، برای خودتون یه دست بزنین. کیا دفعه دومشونه؟ کیا دفعه دومشونه؟ محمد سام، تاها، محمد حسین، زهرا. خب دوست داشتین برنامه های قبلی رو؟ بله. نگاه کرده بودین از توی خونه؟ بله. خب حالا به بچه های توی خونه میخوام یه مرور کنیم، ببینیم که اصلا ما تو برنامه های قبلی راجع به چه چیزایی صحبت کردیم. کی یادشه؟ من. ممنون. خب روشنا شما بگو برنامه قبلی راجع به چی صحبت کردیم؟ در مورد تجارت صحبت کردیم، در مورد شغل ها صحبت کردیم. دیگه کی میخواد توضیح بده؟ آبا شما نمیخواد چیزی بگی؟ ما سری قبلی درباره تجارت کردن، درباره که شغل ها اینا صحبت. بله درسته. دیگه اصلا شما میخواد چیزی بگی؟ من چشم. درباره چه محصولی باید انتخاب کنیم وقتی میخواییم تاجر شیم، توی چه محصولی پول هست. آره درسته. دیگه بفرما شما بگو. در مورد تجارت و مثلا در مورد که چجوری بتونیم جنسمون رو بفروشیم صحبت کنیم. درسته. دیگه در مورد کار و مذاکره، احساسها، رفتار، اخلاق. دقیقا در مورد احساسات هم صحبت کرده بودیم. محمد سام در مورد شغلا. بله در مورد شغلا. علی جان شما بگو. در مورد فن بیان و اعتماد. آفرین. در مورد فن بیان، اعتماد مشتری صحبت کردیم. صادرات. آفرین. در مورد صادرات شما بگو. در مورد تجارت، احساسات. درسته. در مورد تجارت تاها. احساسات، خوشحالی، ناراحتی، تجارت، چه مشاغلی داریم، صادرات. درسته. بر خودتون یه دست بزنین. دیگه کی یادشه؟ شما بگو. من به چیزی سوال دارم. بری ماما خیلی ازم کرد، بری خیلی تصمیم پامان داد. درسته. در مورد تجارت صحبت کرده بودیم. خب حالا اینجا کی مامان باباش تاجره؟
همه تاجرن، آفرین. خب از اینجا شما بگو، مامان تاجره یا پدره؟ من مادرم. بله مادرم تجارت شلنگ آبیاری. شلنگ آبیاری. دیگه اینجا بردیا؟ من مامانم تاجر کود و ادوات کشاورزی. کود و ادوات کشاورزی. علی؟ من مادر و پدرم تاجرم. مادرم تاجر کالای خواب، پدرم تاجر پارچه. بله تاجر کالای خواب و پارچه. من مثل خواهرم مادرم تاجر تاجرش. آها شما خواهر برادرین. دست بزنیم به افتخار خواهر برادرایی که مامان باباشون تاجرن. محمد حسین شما بابا تاجره؟ مامان بابام تاجره. مامان چغلش تاجره، درسته؟ تاجره چیه؟ تاجر سبزیجات خوش. بابام شغلش منتور صادراتیه. منتور صادراتی. کارشون چیه؟ دقیقا چه کاری انجام میدن؟ خارجی ها کمک میکنه که صادراتشون بالاتر بره. آها یعنی به تاجرها کمک میکنه که صادرات کنن، درسته؟ بله. ممنونم. خب دیگه اون پشت آوا؟ من پدرم تاجر خشک بارست. بله ممنونم. الان به شما میگم. من پدر و مادرم دوتاشونم تاجر هستم. مامانم تاجر محصولات شوینده، پدرم محصول لوله و... درسته، خیلی ممنون. مامان باباش هم دوتاشون تاجرن. من پدرم تاجر مواد شوینده. پدرتون تاجر مواد شوینده. شما؟ پدر من آبانو هم میفروسه به موسری ها، کمکم میکنه. چی میکنه؟ چی؟ تازه کار. آها اونایی که تازه کارن خیلی خوبه. پدرشون تاجر آب انار هستن، حتی به تاجرایی که تازه میخوان کارشون رو شروع کنن هم کمک میکنه تو این حوزه، درسته؟ خب یه دست بزنین. خب دیگه بابا یکی منتوره اینجا. خب محمد حسین که گفت، ستیا بدیم میکروفون رو بدیم به ستیا. ستیا بابا شما منتوره؟ بله. چه کاری انجام میده؟ شرکت. تو شرکته، با خارجی ها صحبت میکنه، درسته؟ ممنونم. سوگن شما میدونی پدرت شغلش چیه؟ میشه توضیح بدی؟ پشتیبانی تجاریه؟ آها خیلی خوبه. میدونی کارشون چیه؟ آره تو شرکت کار میکنه. آها تو شرکت کار میکنه، به تاجرها کمک میکنه، درسته؟ ممنونم. آره منم تو شرکت کار میکنه. آها شما شرکت کار میکنه. خب محمدسام شما چی؟ مادرتون تو چه شغلی هستن؟ مامان من چیه؟ پشتبانه به تازه واردا کمک میکنن. آفرین، به تازه واردا خیلی کمک میکنن پشتبانای تجاری. اصلا شما چی؟ پدرتون کدوم بخش هستن؟ پدر من در قسمت لوجستیک هم به تاجرها کمک میکنن محصولاتشون رو صادر کنن. صادر کنن، یعنی پس لوجستیک مربوط به حمل و نقل میشه، درسته؟ ممنونم. دیگه کی؟ پدرش؟ آها خب تاها؟ من پدرم توی مشاور تجاریه، کمک میکنه افراد دیگه هنوز با تجارت زیاد آشنا نیستن بیان و وارد تجارت بشن. بله خیلی ممنون، دست بزنید. خب چیزی که حالا امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم مربوط میشه به همون نکته ای که عسل گفت. میخوایم راجع به محصولات صحبت کنیم. خب ما فهمیدیم که یک تاجر وقتی میخواد کارش رو شروع کنه اول باید چی بلد باشه؟ تو برنامه قبلی صحبت کردیم، توانایی داشته باشه، مهارت داشته باشه. این مهارت ها چیا بودن؟ چه مهارت هایی بود که یادشه؟ تا بفرما. فن بیان، مذاکره، این که طرف بتونی احساسات مشتری تو بشناسی. آفرین، درسته. دست بزنیم بر تاها. این که بفرما بردیا شما بگو. این که فروشنده اخلاق داشته باشه، مثلا به مشتریش میخواد چیزی بفروشه با خوش اخلاقی برخورد کنه. خوش اخلاقی برخورد کنه، نه این که مشتریش دو تا سوال بپرسه بگه وای ولم کن چطور فکر. آفرین، خیلی مهمه، کلافه نشه، صبور باشه، جواب سوالای مشتری رو با صبر و حوصله بده، درسته؟ ممنونم بردیا شما بگو. فروشنده باید مشتری جذب کنه تا
بتونه مشتری زیادی. آفرین، باید بتونه مشتری ها رو جذب خودش بکنه. محمد سام بگو. جنسش خوب باشه، خارجی، ایرانی، پاکستانی. آره ممنونم، دست بزنین. بده به محمد جواد. محمد جواد بودی درسته؟ علیرضا. خب علیرضا شما بگو. ببین مثلا با از اون بفروشی این که مشتری زیاد بشه. آفرین، باید مشتری ها رو زیاد بکنی. شما بگو زهرا. بعدش خودتون تو قسمت دوم گفتین که نیلوفر توی قسمت اول بعد از اینکه محصولاتش رو فروخت شیرینی معامله داد که مشتری جذب بشه دوباره بیاد ازش بخره. فرین، اینم خیلی نکته مهمی بود. یادش بود که نیلوفر شیرینی تعارف کرده بود برای اینکه مشتری پایدار باشه. آوا بفرما. باید مشتری رو به خودمون جذب کنیم، بعد وقتی بلد باشیم که چطوری تجارت کنیم. درسته، ممنونم. محمد حسین شما بگو. راجب چی داشتیم؟ داشتیم راجب این صحبت میکردیم که توانایی یه تاجر باید چی باشه. مثلا باید مشتری خودش جذب کنیم به خودمون. خب ولی باید پر انرژی باشه، شاد باشه، خیلی خوب حرف بزنه، زبون خوبی داشته باشه. ممنونم، دست بزنیم برای بچه ها. پس مرور کردیم که توانایی تاجر مهم بود. حالا نکته دومی که خیلی برای یک تاجری که میخواد تازه کارش رو شروع بکنه چیه؟ محصوله، درسته؟ خب محصول چیه؟ اصلا به چه چیزی میگی محصول؟ روشنا بگو. میشه میکروفون رو لطفا بدیم به روشنا؟ ممنونم. به چیزی که قراره ما بفروشیم و صادراتش کنیم. آفرین. چیزی که قراره خرید و فروش کنیم، صادراتش کنیم، حالا یا تو بازار داخلی یا صادراتی. خب حالا این محصول رو که میخوایم انتخاب بکنیم باید یه چیزایی رو در نظر بگیریم. این که اصلا چه محصولی برای ما مناسبه، اصلا چه چیزایی رو باید بهش توجه کنیم که یک محصول رو انتخاب کنیم. آیا مثلا من میتونم همینجوری پاشم برم مثلا تو خیابون بگم خب من میخوام مثلا رو محصول پارچه کار کنم؟ همینجوری میشه بی فکر آدم یه کاری رو بکنه؟ نه. باید راجبش فکر کنیم، یه سری مشخصاتی رو در نظر بگیریم که اونو انتخاب کنیم، درسته؟ بله. نکته اولی که میخوایم برای انتخاب یک محصول یا یک کالا در نظر بگیریم اینه که ببینیم اصلا بهش علاقه داریم یا نه. یعنی علاقه ما نسبت به اون محصول خیلی مهمه. مثلا مثال میزنم، بردیا میگه من از بچگی دوست داشتم روی محصول کود کار بکنم. این یعنی یه علاقه بوده که از کوچولو بوده تا بزرگ شده تو دلش بوده، درسته؟ راجع به علاقه دیگه چی میتونین بگین؟ روشنا لطفا میدی به تاها. مثلا طرف خودش دوست داره، مثلا میبینه فلان چیز فلانی هم اومدن توش خوب بود، پس علاقه خود به خود یه دفعه ایجاد میشه. یا مثلا من مادرم تو فلان کالا داره کار میکنه، الان علاقه خود به خود ایجاد میشه که آدم بیاد تو تجارت، بیاد تو فلان تجارت و فلان محصول. درسته. پس اینکه خانوادت مثلا روی اون محصول باشن ممکنه برای تو علاقه به وجود بیاره. دیگه چه چیزایی ممکنه علاقه به وجود بیاره؟ محمد حسین. استاد تالیا میگه که استاد تالیا چی میگه؟ میگه که باید علاقه داشته باشه. باید علاقه داشته باشه. چی دوست داره بفروشه. آره درسته، چی دوست داره بفروشه، اون علاقه خیلی مهمه. خب راجع به علاقه دیگه کی میتونه چیزی بگه؟ بفرما نازنین فاطمه. مثلا میتونیم در مورد تجارت صحبت کنیم. مثلا یکی دوست داره بره رئیس بانک بشه. نه ببین خاله، میگیم کالا. الان فرش کن اونو ناکن، میگیم محصول انتخاب کنیم. مثلا به رئیس بانک نداره، یه محصولی که دوست داری روش کار کنی گفتیم باید چی؟ علاقه داشته باشی، درسته؟
خب نجاری الان تجارته؟ نه ما میخواییم راجع به تجارت خرید و فروش صحبت کنیم. الان مامان شما چی میفروشه؟ شلنگ. یه کالایی رو انتخاب کرده دیگه، درسته؟ خب حالا دیگه راجع به علاقه چی میتونیم بگیم؟ زهرا شما بگو. تاها اینو لطفا بده به زهرا. مثلا وقتی میخوایم یه محصولی انتخاب کنیم بعد بریم در موردش تحقیق کنیم، همون پارچه مثلا جنس نخیش هست دیگه، پلاستیکیش هست، مثلا نخی بر تابستون بهتره. یعنی مثلا جنس های مختلفی وجود داره که تحقیق کنیم ببینیم رو کدوم حس خوب داریم علاقه داریم. نکته بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم که بخوایم یک کالا یا یک محصولی رو انتخاب بکنیم اینه که جانم سوگن هیچی؟ خب نکته بعدی که راجب انتخاب محصول وجود داره اینه که اصلا اطلاعات راجبش داشته باشیم، یعنی یک به قول معروف اطلاعاتی دانشی در موردش داشته باشیم. مثال میزنم، یکی هست خودش شغلش نجاریه، خب اون نجار راجب چوبای مختلف، راجب ابزارای مختلف اطلاعات داره، درسته؟ خب این بخواد تاجر بشه بهتره مثلا تاجر چوب بشه یا بهتره که تاجر مثلا گندم بشه؟ چوب دیگه، درسته؟ چرا؟ چون بلده، یعنی مدلای مختلف چوبو میشناسه. حالا یه مثال دیگه بگو شما بگو. آره من مثلا بابام قبلا مهندس ساختمون بوده، بعدش الان وقتی اومده تاجر بشه رفته تاجر لوله ها شده، یعنی توی این کار بیشتر تحقیقات داشته. دقیقا درسته، چون تاجر توی کار ساختمونی بوده محصول لوله رو انتخاب کرده که اطلاعات داشته. دیگه کی مثال میزنه؟ به باید بدونه که جنسش خریداری میشه، میتونه خوب بفروشه یا خب مثال میتونی بزنی مثل روشنا که گفت؟ نه اشکال نداره، شما میتونی مثال بزنی؟ بده به ایشون مثال بزنه. مثلا شما توی یه دونه نقاشی علاقه دارید خوب. ولی اگه مثلا بری تاجر بشی تاجر چی میشی؟ تاجر نقاشی. نه تاجر نقاشی که نه، ابزاری که مربوط به نقاشی میشه، درسته؟ شما میتونی مثال بزنی علی؟ مثلا تاجر قلمو، تاجر بوم نقاشی. این مربوط به نقاشی میشه، درسته؟ تاها؟ مثلا طرف تو ادبات کشاورزیه، هر روز مثلا باغبونی میکنه، کارش ادبات کشاورزیه، این انسان باید بیاد تاجر مثلا ادبات کشاورزیشه، نه اینکه بره مثلا تو گوشی و اینا. چون باغبونه بهتره که تاجر ادبات کشاورزی بشه یا کود بشه یا بذر گیاهان. حالا من مثال میزنم شما بگین چی بهتره. بدین به عسل. اصل مثلا کسی که شغلش توی خیاطیه بهتره که تاجر چی بشه؟ چرخ خیاطی. درسته. آفرین. پارچه نخ. درسته. محمد سام بفرما. استاد تالیا میگه پول خیلی مهمه. پول خیلی مهمه. خب یه دست بزنیم برای خودتون. بریم یه بخشی رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم. پلانتون تو داری کاروبارم رو کساد میکنی، داری پولای منو نابود میکنی. همه چیز که پول نیست قربونت. معلومه که هست، دنیا رو پول میچرخه مرد حسابی، پولی که قلب منو میتپونه. تو انقدر عاشق پولی که فکر میکنم زندگی در خدمت پوله. منم اینطور فکر میکنم. این به نفع من خواهد بود. نوبت اردنگیه. این حرفت باعث شده فکری به سرم بزنه. آخ فهرست خریده. مواد لازمه سریمون داره تموم میشه، ازت میخوام که بری و بخریدشون. حواست باشه این کاغذ رو گم نکنی و اگه اونی که میشناسیش دستش بهش برسه میفهمه همبرگر خرچنگی با چی درست میشه و میدونه که نتیجهش چیه. آخر الزمان. من بهش میگم زمان خوشگذرونی. فقط اون کله پوک زرد رنگ رو تغییر میکنم و اون وقت مواد اولیه سری مال من میشه. آه.
لیست خرید دستمه، میرم خرید میکنم. لیست خرید دستمه، میرم خرید میکنم. لیست خرید دستمه، میرم خرید میکنم. حالا لیست خرید دستمه، میرم خرید میکنم. لیست خرید، لیست خرید دستمه، میرم خرید میکنم. دن 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 دردا ران دن دن دردا دن دن. لیست خرید دستمه، میرم خرید میکنم. درلاتا تو درلاتا ایتا درلاتا تو دو دو ریتا تارا تیریتو درلاتا درلاتا تیتا چون. لیست خرید دستمه، میرم خرید میکنم. من گوگولی مگولم، میرم خرید میکنم. راتا تا 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 راتا تا برا برا برا. آقای خرچنگ، من همه مواد اولیه فهرست خرید و جور کردم، ولی پلانکتون همشون رو دزدید. منو ببخشید. آروم باش پسر گلم، قصه نخور، تو خرابکاری نکردی پسر جان. وقتی داشتم مواد اولیه واقعی رو میخریدم، نمیتونستم بذارم پلانکتون بیاد دنبالم، درسته؟ وای پا، یعنی فهرست خرید من تقلبی بود؟ فاجعه‌ای به وجود نمیاد؟ گفتم که نه، من دنیا رو نجات دادم. خب پس تا اینجا راجب دو تا نکته صحبت کردیم که بخوایم محصول انتخاب کنیم. یک، چی مهمه؟ علاقه. آفرین، علاقه. دو، نه، اطلاعات داشته باشیم که این محصول اصلا چه مثلا مدلایی داره، چه رنگایی داره، چه جنسایی داره. اینا رو وقتی بدونیم راحت تر میتونیم به مشتری توضیح بدیم. مثلا اگه من بدونم، مثالی که زهرا زد چی بود؟ گفت پارچه مثلا نخی داریم، پارچه تابستونه داریم، زمستونه داریم. اینا رو وقتی بلد باشم مشتری بخواد بیاد از من بخره، قشنگ میتونم بهش توضیح بدم، درسته؟ خب حالا نکته بعدی که هست چیه؟ اینه که یک محصولی وجود داره که مشتری فقط یه بار میاد از من میخره و میره، یعنی فقط یه بار لازمش میشه، دیگه هیچ وقت بهش نیاز نداره. مثل چی؟ مثلا شما الان میرین با مامان باباتون توی فست فود، توی مثلا حالا رستوران سیب زمینی میخورین، درسته؟ این سیب زمینی ها رو دیدین خلال خلالیه؟ یه دستگاه های بزرگی هست این سیب زمینی ها رو خلال میکنه. خب این دستگاه رو آیا هر روز میره میخرن؟ نه، نه. یک بار میخرن، تا سالهای سال از اون دستگاه استفاده میکنن. آفرین، پس فقط یک بار میخرن، درسته؟ نه. یه مثال دیگه، دستگاهی مثلا دیدین قوطی‌های نوشابه فلزی روش اینجوری درش اینجوری باز میشه؟ یه دستگاه‌های بزرگی هست این درا رو رو قوطی‌ها میزنه. خب کسی که کارخونه نوشابه داره یه بار میره اون دستگاه رو میخره، تا چند سال از اون دستگاه استفاده میکنه، درسته؟ آیا همیشه میخره؟ هر روز میره میخره؟ نه. پس کسی که تاجر این دستگاه باشه فقط یه بار محصولشو میفروشه. پس کسی که تاجر این دستگاه های بزرگ باشه سود خیلی زیادی میکنه، یعنی پول زیادی به دست میاره. حالا یه سری محصولایی هم هستن که مشتری اگه یه بار بیاد از شما بخره، بازم همش ممکنه از شما خرید بکنه، تکرار کنه خریدشو. مثل چی؟ میوه. دیگه؟ کالای خواب. خوشبار. اصل شما بگو، مثل چی؟ مثل سیفی جاد شوینده. آفرین. آوا بگه. مثلا کسی که تاجر پوشاک باشه یه بار بخره میتونه چند بار بازم میخره. آفرین، تاجر پوشاک باشه یه بار بخره میتونه بازم چند بار بخره. زهرا، مثلا رستوران که میریم، یه بار میریم غذا میگیریم، دوباره گرسنه‌مون میشه، دوباره میریم. آره درسته. روشن، میخوای مثال بزنی؟ آوا گفت اشکال نداره. خب بده ایشونم مثال بزنه. بفرما.
مثلا میری یه رستوران یه غذای اون خوشت میاد بعدش میری همیشه از اون خرید. آره مثلا شما با مامانتون میرین فروشگاه برای شما لباس میخره، بعد چون از اونجا خوشش اومده بازم میره ازش لباس میخره. پس لباس چیزی نیست که آدم یه بار بخره، درسته؟ بله. پس این که چند بار بخره یا یه بار بخره مهمه. خب محمد سام شما بگو. میره چند بار میخره؟ مثلا میوه خوش میره میخره، اگه خوشمزه بود دوباره میره میخره. آفرین. ببینید دستگاه های بزرگی هست، همین میوه های خشکی که شما میخورین رو خشک میکنه. حالا اون کسی که کارگاه میوه خشک داره یه بار میره اون دستگاه رو میخره، درسته؟ ولی میوه خشکی که باهاش درست میشه رو چندین بار میتونه خرید بکنه. آفرین، بفروشه. خب دیگه چه مثالی میتونیم بزنین؟ تا بگو. نه موزشون؟ همین محصول بود دیگه، چند بار میخره یا یه بار میخره. آه مثلا سیفیجات، آجیل، اسباب بازی. طرف ببینه کیفیت یه اسباب بازی خوبه، خب این اسباب بازی فروشی مثلا برای بچهش بهتر از بقیه اسباب بازی فروشی که رفته تولید میکنه، دوباره میاد از اون میخره. آفرین. روشنا؟ مثل حبوبات، خوراکی ها، فست فود، غذا، مواد غذایی ها کلن چند بار خریدن، یعنی شما هر روز یا هر هفته یا هر ماه برای خونتون خرید میکنین، درسته؟ بله، مثل ظرف های پلاستیکی هم هست. آفرین. ظروف پلاستیکی یه مدت استفاده میکنین دوباره ممکنه چیز جدیدی بخرین. اما دستگاه هایی که ظروف پلاستیکی رو درست میکنه چی؟ یه بار میخرن. یه بار میخریم. آفرین. بدیم بردیا بگه. چشم. مثلا کسی که همیشه میره از یه جای لباس میخره میره یه جای دیگه ببینه لباس های اونجا بهتره، میره از اونجا همیشه لباس میخره، دیگه نمیره. درسته. نازنین فاطمه. مثلا مداد رنگی ها. مداد رنگیمون که کوچیکتر میشه میریم یکی دیگه میخره. دقیقاً. مداد رنگی ها کلا لوازم تحریر. ترلان بگه. مثلا میره مثلا میز بخره. میز بخره، صندلی بخره. اینا رو مثلا دیگه الان میخری دوباره ممکنه 4-5 سال دیگه بخری. هر روز که آدم میز و صندلی نمیخره، درسته؟ این میشه جز کالاهایی که به مدت طولانی فروش میره. خب دیگه کسی چیزی نمیخواد بگه؟ من میگم. بفرما شما بگو. خب. شما مثلا با مامان بابا میری خرید چی میخری؟ من کیف میخرم. آفرین. کیف میخری دیگه؟ کش میخرم، جورو میخرم. آفرین. کمربندو میخرم، چایی میخرم. کیفت خوب باشه، جورابت خوب باشه، بازم میری از اونجا میخری، درسته؟ من تجارت میرم، دستمالم میبرم، کیف میخرم، چای دیگه نوزمن بشه. متشکرم. دست بزنیم برای خودتون. خب محمد حسین شما چی میخواستی بگی؟ مثلا بابام الان بابام قبلا استاد زبان بوده. باباتون یا مامانتون؟ بابام بوده. اینا خاله محمد حسین اینجا نگهدار صحبت کن. بابام بوده، خب به مامانم آموزش داده یاد بگیره. بعدش سال 97-98 با آرا برندینگ آشنا شد. آها خب بعد تاجر شد. بعد تاجر شد. آها بعد باباتون که زبان بود داره با مذاکره کننده ها و خارجی ها صحبت میکنه، درسته؟ بله. ممنونم. ستی یا شما چیزی نمیخوای بگی؟ بفرمایید. بفرما. بابا منتور میره شرکت کار انجام میده با دوستاش. آها متشکرم. خب بفرما. مثلا کشمو. کشمو. آره. خب یه دست برای خودتون بزنین. نکته دیگه ای که در مورد محصولات وجود داره اینه که ما توی چه شهری داریم زندگی میکنیم.
مثلا پرتقال بیشتر کجا پیدا میشه؟ همه با هم جواب بدین. مازندران. توی شمال ایران، درسته؟ مازندران، گیلان، گلستان، درسته؟ خب آیا مثلا کسی که توی مشهد باشه میتونه رو پرتقال کار کنه؟ نه. شاید بتونه ولی سخت میشه. آره؟ مثلا خوشبان. آره. مثلا آره، توی مشهد چی پیدا میشه راحت‌تر؟ بگو. الان گفتی خوشبار. خوشبار دیگه. زعفران. زعفران. پس ما باید ببینیم توی چه شهری داریم زندگی میکنیم، طبق اونجا چه محصولاتی، چه کالاهایی رو راحت تر میتونیم پیدا بکنیم. بفرما. مثلا آجیل های مختلف تورت خوش. کجا پیدا میشه بیشتر؟ تو مشهد. درسته. تو مشهد. ما اگر تامین کننده داشته باشیم، توی مشهد هم هستیم، میتونیم از تامین کنندمون که توی شماله پرتقال بگیریم. آفرین. تامین کننده هم خیلی مهمه که حالا تو برنامه‌های بعدی بیشتر راجبش صحبت میکنیم، ولی نقش خیلی مهمی توی تجارت داره. بفرما زهرا. مثلا توی اصفهان بیشتر مثلا گز و پولکی و نبات و اینا هست. پولکی. بفرما. روشنا بگو. مثلا توی شهر زنجان بیشتر چاقو پیدا میشه. من میتونیم برای تجارت اینو بگیریم. مثلا اگه توی زنجان باشیم میتونیم توی اونجا دفتر بزنیم استفاده کنیم. آره. آوا بفرما. مثلا توی تبریز بیشتر مثلا کفش و کیف و اینا. آفرین. کیف و کفش چرم تبریز خیلی معروفه. خب دیگه شما بگو. مثلا همین مثل قم، اصفهان اینا. آفرین. درسته. اینجاست میتونیم با اصفهان اینجا تجارت کنیم. بعد تو میدونی تو شیراز چی بیشتر پیدا میشه؟ من بگم نارنج. بده بهشون. یه خونه میگم. چی؟ نارنج. آفرین. نارنج، بهار نارنج هم تو شیراز خیلی زیاده. دیگه خودت چی میخواستی بگی اول؟ من همین رو خواستی بگی؟ خب شما؟ من میخوام بگم توی قم بیشتر سوهان فروش میره تا. آره. سوهان هم خوبه. بفرما ترلان. مثلا تو اصفهان یه چیز خوب دیدید بخرید. آره. آفرین. خیلی خوبه. بفرما محمد سام. اونجا لباساش خیلی خوبه. کجا؟ اصفهان. اصفهان. آره، همه جا خوبه. خب پس ما باید در نظر بگیریم که توی چه شهری هستیم و چه چیزایی توی شهر ما بیشتر و راحت تر پیدا میشه. درسته؟ بله. خب یه نکته کوچولوی آخر مونده که دیگه تموم میشه. راجع به چیه؟ الان مثلا شما میخواین برین مواد غذایی بخرین، همه مواد غذایی روش اسم نوشته، درسته؟ بله. مثلا رب گوجه اسم داره برای خودش، ماکارونی اسم داره. مثلا ماکارونی چه اسمایی شما میشناسین؟ ماکارونی غذای مورد علاقه. خب چی؟ نودلیت. بگو اصل. نودل. مارک و این چیزا. آره درسته. مثل زر ماکارون. این مارک دیگه هم بود. اسم دارم برای خودشون، شما بگو. مثل تک ماکارون. آره درسته. پس هر محصولی یه اسمی داره. خب حالا یه سری محصول هم هستن هیچ اسمی، هیچ برندی، هیچ مارکی ندارن. مثل چی؟ مثل میوه. آفرین. مثل میوه. دیگه ماست. نه ماست ها اسم دارن دیگه. شما میره الان ماست بخری روش اسم داره، درسته؟ بفرما دیگه چی؟ میوه. آجیل. آجیل هم ممکنه. بفرما. نه پور. آره مرسی، دست بزنیم براش. پس مثل میوه، مثل سیفیجات، مثل آجیل ممکنه. آره. نه خوشبارا دارن، مثلا بسته بندی هاشون اسم دارن. مثل مثلا میوه خشک میشه.
خوراکی‌ها که همه اسم دارن دیگه، مثلا کیک‌ها همه‌شون اسم دارن، درسته؟ پس این که محصول ما اسم داره، برند داره یا نداره هم میتونه توی انتخابش تأثیر داشته باشه. خب پس امروز راجع به محصول و کالا صحبت کردیم، چه محصولی رو انتخاب کنیم، به چه چیزایی باید توجه کنیم که میخوایم اون محصول رو انتخاب کنیم، درسته؟ درسته. خب علاقه بود دیگه چی؟ احساسات. آره همون علاقه میشه دیگه. اطلاعات. آفرین علی. دیگه جنس و مدلش. آفرین، جنس و مدلش رو بشناسیم. قیمت یا همون سود و پولی که به دست میاریم. خوبه. آره، علاقه، اطلاعات، مدلش رو بشناسیم و اینکه کجا زندگی میکنیم، همه اونا تو انتخاب محصول تأثیر داره. یه دست برای خودتون بزنیم. سلام، خوش اومدید، بفرمایید. سلام، من از تهران اومدم. اومدم یه سری محصولات میوه از شما خریداری کنم. من توی تهران یه فروشگاه خیلی بزرگ دارم. من میخوام از شما ماهیانه یه تون سفارش بدم. بله. چه محصولاتی داری؟ من انبه، سیب، گلابی، هر چی که نیاز شما باشه من براتون. میشه بعدم به من باغتون هم نشون بدی؟ بله. من برای امسال، یعنی برای این چند یه ماه، یه تون انار میخوام، یه تون خرمالو میخوام، یه تون سیب میخوام و یه تون گلابی. آناناس هم یه تون میخوام. بله. شما این بار رو برای کجا میخواید؟ شما پیکم داری؟ بله، براتون با ماشین فرستاده میشه. من یه فروشگاه در شهر تهران دارم، اونجا میشه واسه من بفرستی؟ بله حتما. آدرسش هم اینه. آدرسش رو بعدا ازتون میگیرم. واسه تو پیامک میکنم. بله. میشه شمارتون رو به من بگیر؟ بله. خیلی متشکرم. پس من با شما تماس میگیرم، باهاتون هماهنگ میکنم، ازتون خریداری میکنم. بله. خدا نگهدار. خدا نگهدار. قسمت سوم نهال امیدم تموم شد. امیدوارم که این برنامه رو هم دوستش داشته باشین. اگر شما هم دوست دارین که توی برنامه ما شرکت کنین، از توی سایتمون تماس با ما برای ما فرم پر کنین تا ما شما رو دعوت کنیم. خدافظ. خدافظ.